تیم ملی فوتبال کشورمون پس از حضور در مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی 2014 کسب یک تساوی، یک شکست و یک باخت به کشورمون بازگشت. بامداد امروز در میان استقبال هواداران تیم ملی و با حضور وزیر ورزش. خیلی جام جهانی خوبی بود، خیلی تجربیات خیلی خوبی رو به دست آوردیم. فکر می‌کنم بهترین چیزی بود که تونستیم کیفیت فوتبال ایران رو به کل دنیا نشون بدیم و فکر می‌کنم خیلی مهم بود و از طرفی هم این که همه راضی بودن از درست نتیجه نگرفتیم ولی شرایط تیمیمون و تونستیم اون چیزی که لیاقت شده داشتیم نشون بدیم. واقعا تلاش کردیم که توی دور دوم باشیم ولی متاسفانه تیم ملی آرژانتین با اون نام بزرگ و بازیکن بزرگشون از دست ما در رفتن. به خاطر یه هشکان دجاگر نگرفتن، پنالتی که روش بود 100% و بازی بوسنی هم چیزی از دست ندادیم. بازی خوبی داشتیم اونجا، هم با نیجریه هم با آرژانتین و بچه همه با هم جنگیدیم و واقعا دیگه با جونمون بازی کردیم، واقعا برای وطنمون بازی کردیم، جنگیدیم و افتخار میکنم به همه بچه ها، به هر کی که با تیم ملی برزیل بود. واقعا افتخار میکنم که تونستیم این نتیجه شیرینی رو بگیریم و مردم رو خوشحال بکنیم و خواهم از آقای کیروش تشکر کنم که اینقدر زحمت کشیدن الان برامون و واقعا بدون آقای کیروش ما به هیچ جا نمی‌رسیدیم. فانتاستیک. ما قبل از اینکه اینجا برسیم یه بررسی کلی داشتیم، واقعا فکر می‌کنم فوق‌العاده بود و عملکرد خیلی خوبی داشت. All respect from everybody. ولی در کل فکر می‌کنم بازیکنان فوق‌العاده بودن و همگان می‌بایست به بازیکنان احترام بذارن و از عملکردشون قدردانی کنن. Was only football decisions. واقعا می‌خوام عذرخواهی کنم. اگه از بعد فوتبالی یه سری تصمیماتی گرفتم که یک سری از افراد شاید با اون موافق نبودن، ولی خب این فوتباله. بالاخره باید این تصمیم‌ها رو گرفت. شما ببینید ما بازی تدارکاتی چند تا داشتیم، با چه تیمایی بازی کردیم. وقتی شما بازی اولت میشه با نیجریه قهرمان افریقا، مطمئنم این چه اتفاقی میفته، تیم بیشتر تحت فشار. بازی دوم تیم راحت‌تر شدش. ولی بازم با این حال من فکر می‌کنم همه بازی با نیجریه هم کسی به مساویش فکر نمی‌کرد. وقتی ما مساوی گرفتیم توقع‌ها بیشتر شد، وقتی با آرژانتین اونجوری بازی کردیم توقع‌ها بیشتر شد و یه چیز معقوله وقتی یه تیمی روش میکنه مردمش هم باید توقع داشته باشن. فکر می‌کنین چه چیزی تغییر کرد توی بازی سوم برابر بوسنی؟ واقعا چه تغییر اتفاق افتاد و شاید تاکتیک تغییر کرد مثل نیجریه و آرژانتین نبود؟ شما وقتی تیم ملی ایران هستی و قدرت برتر فوتبال نیستی نمیتونی باز بازی کنی. ما بازی با نیجریه نیاز به برد داشتیم، وقتی تیم باز بازی میکنه به خاطر همین آسیب پذیریش بیشتره. ما باز بازی کردیم اون بازی، گل اولو خوردیم رفتیم برای جبران، گل دومو خوردیم رفتیم برای جبران، گل سومو خوردیم و اینا چیزاییه که توی فوتبال به وجود میاد. اما بحث قرارداد سرمربی تیم ملی، در حالی که بودجه فدراسیون فوتبال طبق اعلام وزارت ورزش حدود 12 میلیارد تومانه، رقم درخواستی کیروش دو برابر رقم قرارداد فعلی اوست که طبق اعلام فیفا قرارداد فعلی این مربی 2 میلیون دلاره. امیدواریم که بشه تعدیل بشه و این ارقام تا بتوانیم ان شاء الله نتیجه بگیریم. قطعا اگر که ما بخوایم باز بهشون رو قرارداد ببندیم و ایشون رو طبقه نگه داریم، حالا این بودجه ما کمک بشه.